روسیه گذرنامه های صادره توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین را به رسمیت می شنست. وزارت خارجه روسیه با استناد به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری گفته که این اقدام مغایرتی با قوانین بین المللی ندارد. از این رو گذرنامه و دیگر مدارکی که توسط جمهوری خودخوانده دونتسک و جمهوری خودخوانده لوهانسک صادر شدهاند به رسمیت شناخته می شود. یکی از ساکنان دونتسک. ما باید به شیوهی دوام بیاوریم نمیتوانیم در یک نقطه بمانیم ارتباطات فرودگاهی و خطوط آهن بدون گذرنامه میسر نیست و وضعیت ما اینجا شبیه گتوست مقام های دونتسک میگویند بیش از 48 هزار گذرنامه جدید صادر شده آنچه خشم کیف را برانگیخته دولت اوکراین این اقدام را غیر قابل قبول و ناقض توافق صلح مینسک خوانده که دو سال پیش به امضای طرفین درگیر رسید رئیس جمهوری اوکراین President, معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را در جریان تصمیم اخیر ولادیمیر پوتین مبنی بر به رسمیت شناختن گذرنامه سرزمین های اشغال شده اوکراین قرار دادم این شاهد دیگری است بر اشغالگری روسیه و نقض قوانین بین المللی <تصفح> فرانسه و آلمان نیز تصمیم روسیه را محکوم کرده و آن را مغایر با توافق مینسک خواندند گیری های دو سال پیش میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق کشور بیش از 9800 کشته بر جای گذاشت.